در خبری فوری یک مقام آمریکایی به ایران اینترنشنال گفته از ساعتی پیش حملات هوایی اسرائیل به جمهوری اسلامی آغاز شده و کماکان هم ادامه دارد همکارم کیان امانی از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن دی سی با ماست برای ارائه جزئیات کیان چه بیشتر میدونیم تنها دقایقی از شنیده شدن صدای انفجارها میگذره ولی تا این لحظه چه جزئیاتی منتشر شده گلاره. من با دو نفر در تهران خودم حرف زدم تایید کردن شنیده شدن صدای انفجار رو هم در غرب تهران و هم در شرق تهران. و گفتن که تلویزیون ایران شبکه خبر هم زیرنویس رفته و اعلام کرده صدای انفجارهایی شنیده شده ولی تلویزیون ایران در زیرنویسش گفته که منابعی هنوز اینو تایید نکردن فقط اونا هم اشاره کردن که صدای انفجار شنیده شده ولی من الان داشتم ویدیوهای رسیده به دستمون شبکه های اجتماعی جاهای مختلف رو که چک میکردم به نظر میاد که صدای انفجارها از ساعت دو بامداد شنیده شده تقریبا از چهل دقیقه پیش همونطور که گفتم در مناطق مختلف تهران و همینطور داره هایی میاد از شهرهای مختلف ایران به خصوص در غرب ایران اون چیزی که تا الان به دستمون رسیده و تقریبا تایید شده داره هم تصاویر و ویدیوهای بیشتری ازش میاد این هست که در اسلام شهر ما عکس و ویدیو داریم گفت صدای انفجار شنیده شده شیشه های منازل مردم لرزیده و گفتن که در ربات کریم هم همین اتفاق افتاده صدای چندین انفجار شنیده شده و گفته میشه که شیشه های منازل مردم لرزیده این بزرگترین صداها و لرزش هایی بود که تا بوده که تا الان توی تهران شنیده شده یک فایل صوتی هم داشتیم از سهروردی در وسط تهران تقریبا نزدیک پل سید خندان اونجا هم ما تایید شده که صدای انفجار رو شنیدن اما به غیر از تهران ما تا الان گزارش هایی داشتیم از شنیده شدن صدای انفجار در زنجان، کردستان، کرج، کرمانشاه و همینطور از اسفهان داره همینطور تصاویر بیشتری منتشر میشه روایت های مردمی و من میبینم که داره ویدیوهاش میاد همین الان تصویری اومده از غرب تهرانه تصویر انفجار بزرگی آتش در این تصویر و دود مشخصه هنوز جزئیات این انفجارها مشخص نشده ولی به طور متعدد و پشت سر هم داره گزارش ها، ویدیوها، ها، ویدیو ها، فایل های صوتی به دست ما میرسه همینطور تو شبکه های اجتماعی داره منتشر میشه که مناطق مختلف تهران صدای انفجار رو شنیدن لرزش رو احساس کردن شیش های منازل لرزیده شده همینطور در شهرهای مختلف ولی هنوز منتظر جزئیات بیشتر هستیم که ببینیم دقیقاً کجاها هدف قرار گرفته شده چگونه هدف قرار گرفته شده و چه تلفات احتمالی رو به بار آورده ولی من الان داشتم در سوشال میدیا منابع مختلف رو چک می کردم به زبانهای عربی در عراق به نظر می اومد که توی توییتر نوشتن که جنگنده های اسرائیلی رو مشاهده کردن که از در آسمان عراق به نوعی تایید شده که به پرواز در اومدن به نظر میاد که اگر حمله موشکی بوده بخشش حمله هوایی بوده ولی هنوز منتظر جزئیات هستیم اینها فقط اطلاعاتی است که در دقایق گذشته به دست ما رسیده همینطور داره بیشتر میشه ولی جزئیات هنوز تکمیل نیست ولی به طور قطع از اون چه که تا به حال به دستمون رسیده و منتشر شده میشه گفت که مناطق مختلفی در نزدیکی تهران در حومه تهران و همینطور در شهرهای مختلف ایران در غرب و احتمالا جنوب ایران تا به حال هدف قرار گرفته شدن که احتمال داده میشه که مراکز نظامی هستند ولی به طور قطعی هنوز نمیشه گفت. باید منتظر باشیم جزئیات بیشتری بیاد. الان آخرین ویدیویی که به دست ما رسیده دود سیاه در پارک جنگلی کوهسار نزدیک به انبار نفت شهران شمالی. این ویدیویی هست که من الان دارم میبینمش. دود دیده میشه همچنان در آسمان شب. جزئیات چندانی نداره ولی دود و شعله کم آتیش دیده میشه در این ویدیو هنوز منتظر هستیم که جزئیات بیشتر منتشر بشه ولی همونطور که گفتم خودم با دو منبع در تهران صحبت کردم در شرق تهران و در غرب تهران اونها تایید کردند که صدای انفجارهایی رو شنیدن هنوز باید منتظر جزئیات بیشتر و اطلاعات بیشتر باشیم از شهرهای مختلف ایران و تهران متشکرم از توضیحات همکارم اکیان امانی از استودیوی دیگر ما در همینجا واشنگتن دی سی